به نام خدا، سلام. خب نقشه اسکرام رو توی ویدئوی قبلی با هم مرور کردیم، بریم سراغ فعالیت ها و محصولاتی که حالا بگیم، حالا نم آرتیفکت رو واقعا باید چی بگیم، فارسی بگیم، محصول بگیم. بذارید یه سرچی من اینجا بکنم ببینیم آرتیفکت رو به فارسی چی بگیم بهتره. بگیم مثلا translate artifact، شده تو پرشین هم داشت. حالا بگیم مصنوع، محصول، واقعا بگیم آرتیفکت از همش بهتره. حالا تو این قسمت میخوایم راجع به فعالیت ها و آرتیفکت هایی که در اسکرام، در واقع فرایند اسکرام وجود داره با هم صحبت کنیم. ببینید، ما با هم صحبت کردیم که پروداکت اونر یک ویژن بسیار کامل و اساسی باید داشته باشه از اینکه چه محصولی میخواد بسازه و چی قراره ساخته بشه. در طی یک فرایندی به نام گرومینگ یا شکوفا شدن، شکوفایی، این ویژنی که توی ذهن در واقع پروداکت اونر وجود داره در قالب یک سری ویژگی در واقع نوشته میشه، یک لیستی از ویژگی تبدیل میشه به یک لیستی از ویژگی، یعنی میشکنه به یک لیستی از ویژگی ها که این لیست در واقع ویژگی های محصول توشه. مثلا فرض کنید من میخوام یه تاکسی اینترنتی مثلا راه بندازم. خب میانم چه ویژگی باید داشته باشه؟ خب من باید بتونم ماشین بگیرم، باید بتونم پرداخت بکنم، باید بتونم درخواستمو بدم، باید بتونم سفرمو خاتمه‌شو بزنم به عنوان کسی که مسافرم، باید بتونم تو نقشه مثلا ماشینا، هر کدوم یه فیچری که من بهتون گفتم، شما باید توی لیست این فیچرها رو بنویسید، یعنی اون چیزی که تو ذهن مدیر محصوله، مالک محصوله، پیاده کنید روی اون لیسته و تو این لیست باید بتونید این فیچرها رو اولویت بندی بکنید. حالا که یک لیست اولویت بندی شده از فیچرهایی که ما قرار پیاده کنیم داریم، اسمونو میذاریم پروداکت، میذاریم پروداکت بکلاگ، بکلاگ در واقع محصوله. پس بکلاگ یک لیست اولویت داره مرتب شده از ویژگی هایی که قرار محصول ما داشته باشه. حالا اسپرینت چیه؟ ببینید، اسپرینت در واقع یک جهشی رو به جلوست. اگه یادتون باشه ما گفتیم که توی در واقع اغلب در واقع روش های توسعه چابک ما از روش های ایتریتیو استفاده میکنیم. به هر ایتریشن در متد، در واقع در چارچوب اسکرام ما میگیم یک اسپرینت. تو یک اسپرینت ما چه چیزهایی داریم؟ خب اولین فاز در اسپرینت، اسپرینت پلانینگه. ما اول هر اسپرینت میایم میشینیم یک جلسه میذاریم به نام جلسه پلانینگ برای اون اسپرینت، که تو اون جلسه ما بکلاگ رو باز میکنیم، از اون بکلاگ طبق نظر که طبق نظر در واقع پروداکت اونر مرتب شده از بالا شروع میکنیم به برداشتن. یک قسمتی از فیچرها رو که میتونیم در طول این اسپرینت حالا انجام بدیم، مثلا فرض کنید اسپرینتمون 2 هفته است، مثلا تصمیم گرفتیم که در یک فاز 2 هفته هر چقدر میتونیم تو 2 هفته انجام بدیم به طبق اولویتی که پروداکت اونر تعیین کرده برمیداریم و وقتی اونا رو برداشتیم میایم میذاریم توی بکلاگ جدید که بهش میگیم اسپرینت بکلاگ، یعنی اون پروداکت بکلاگ مال محصول. حالا یه سریشو سلکت کردیم میخوایم تو اسپرینت انجام بدیم، میذاریم توی اسپرینت بکلاگ، که توی اسپرینت بکلاگ ما دیگه تسکار به صورت جزئی مینویسیم. حالا با هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد که اسپرینت بکلاگ چجوری نوشته میشه و این حرفا اصلا پلنینگ چجوری انجام میشه. پس اولین قسمتش قسمت پلنینگه، برنامه‌ریزی. دومین قسمت میریم سراغ اجرا. برنامه‌ریزی کردیم برای 2 هفته قرار چه کارهایی انجام بدیم، میریم توی دل اجرای در واقع اون اسپرینت. خب تو فاز اجرا تیم توسعه دونه دونه این تسکار رو برمیداره به هر کسی که اساین شده و تسکار رو انجام میده. در طی اجرای اسپرینت ما هر روز باید یک جلسه ای داشته باشیم به نام دیلی اسکرام یا جلسه روزانه اسکرام یا بهش میگن استند اپ میتینگ، که تو اون جلسه ما باید دور هم جمع بشیم، معمولا اول صبح، میگیم دیروز چیکار کردیم، امروز چیکار میخواییم بکنیم و چه مشکلاتی داشتیم برای انجام کار. و در پایان در واقع اسپرینت ما انتظار داریم که یک نرم، یک در واقع اینکریمنتی از سافتور خودمون داشته باشیم، یه پتانسیلی
شیپبل پروداکت اینکریمنت داشته باشیم. در واقع من بتونم یک محصولی که کار میکنه یک گام رو به جلوترش ببرم، به مشتری بگم ببین یک گام من رفتم رجوع داره کار میکنه، میتونی ببینیش. دو تا جلسه هم معمولا در انتهای اسپرینت برگزار میشه. اولین جلسه اسپرینت ریویو هست که تو اون زینفا و مشتری‌ها و پروداکت اونر و تیم اسکرام دور هم جمع میشن و محصولی که تو این اسپرینت درست شده رو بررسی میکنن که چقدر تطبیق داره. و دومیش اسپرینت رتروسپکتیو هست که توی اون جلسه ما میایم با هم چک میکنیم که ما چقدر در اجرای اسکرام موفق بودیم و چه کار میتونیم بکنیم که اسکرام رو بهتر اجرا بکنیم. توی این نما شما دارید میبینید کل این داستانهایی که من صحبت کردم. یک پروداکت بکلاگی وجود داره، این توی ذهن این آقای پروداکت اونر یه چیزی وجود داره، میایم میشکنیمش تو اینجا. از طریق اسپرینت پلنینگ یه سری از اینا رو برمی‌داریم، یه دونه اسپرینت بکلاگ درست می‌کنیم که توش تسکا هست، شروع می‌کنیم هر روز هی اسپرینت رو اجرا می‌کنیم، هر روز دیلی اسکرام می‌ذاریم، میگیم چیکارا کردیم، استند اپ میتینگمون رو می‌ذاریم. وقتی تموم بشه یه اینکریمنت رو به جلوی از محصول درست کردیم، می‌بریم توی جلسه ریویو با استک هولدرها، با زینفان محصول به مشتری نشون می‌دیم، یا تایید میکنه یا رد میکنه، در واقع گام رو به جلو مونه، کل محصول که ممکن آماده نشده باشه. و در پایانش خودمون میایم یه چکی میکنیم رو خودمون، ببینیم مثلا چیکار کردیم، آیا اسکرام رو درست اجرا کردیم یا اجرامون درست نبود. خب حالا بیاید یه ذره راجع به آرتیفکت های اسکرام بیشتر صحبت کنیم. اول راجع به پروداکت بکلاگ صحبت کنیم. ببینید با هم صحبت کردیم که پروداکت بکلاگ یک ویژن کامل از محصول در ذهنش هست و محصول در ببخشید مسئول توسعه محصول هم پروداکت اونر هستش. حالا پروداکت اونر چجوری میاد محصول رو به ما نشون میده؟ خب کاری نداره، میاد اینا رو در قالب یک لیستی از ویژگی ها مینویسه دیگه، که گفتیم اون لیست ویژگی مرتب شده است. ما معمولا تو اول اینکه میخوایم پروژه رو شروع کنیم، معمولا میتونیم یه بکلاگ کلی از کل اون چیزی که تو پروژه تو ذهنمون هست بنویسیم و مرتب کنیم. این خیلی مهمه که اولویت بندی کنیم. تو اینجا هم میبینید که اولویت بندی شده است. اما این نکته هم وجود داره، ما تو حین اجرای پروژه در واقع اکزیکیوت کردن اسپرینت های مختلف هم ممکنه فیچرها جدیدی کشف کنیم یا تغییر در فیچرها بدیم یا بشکنیم یا مرجشون کنیم. پس تو این فرایند هم ما تو حین اسکرام هم ممکنه هی بکلاگمون زیاد و کم بشه. نکته بعدی هم که اگه یادتون باشه گفتم، پروداکت اونر هم با در واقع استک هولدرها صحبت میکنه، هم با زینفان پروژه در تعامل با مشتری و هم با تیم که در واقع بیاد این بکلاگ رو تنظیم کنه و مرتبش کنه بر اساس اولویت هایی که وجود داره. خب راجع به گرومینگ بیاید با هم صحبت کنیم. گفتیم که گرومینگ در بکلاگ فرایندی هست که ما شروع میکنیم در واقع اون پروداکت بکلاگمون رو غنی‌تر بکنیم، به این صورت که آیتم های جدیدی ممکنه اضافه کنیم، ممکنه تخمین هامون از اون آیتم ها رو تغییر بدیم یا ممکنه اولویت ها رو تغییر بدیم. خب ببینید، برای اینکه ما اولویت بندی بکنیم در واقع آیتم های یک بکلاگ رو، یکی از مهمترین چیزهایی که راجع به هر آیتم توی بکلاگ باید بتونیم داشته باشیم استیمیشنی از اندازه اون کاره. ما باید بدونیم که هر آیتم توی بکلاگ ما چند کیلو کاره، چقدر بودن قرار طول بکشه. خب یکی از چیزهایی که در واقع مطرح میشه، خب هر چقدر گنده تر باشه هزینه پیاده سازیش بالاتر و این هزینه ممکن در قالب هزینه مالی باشه یا هزینه زمانی. و از طرف دیگه اسکرام هیچ گونه واحدی برای اندازه‌گیری و تخمین زدن به ما ارائه نمیده. اما چیزی که اسکرام روش تاکید داره اینه که شما بیاید اینا رو به صورت ریلاتیو با هم مطرح کنید، یعنی به صورت در واقع بگیم نسبی، به این صورت که
ما به هر آیتم، به هر یوزر استوری در واقع که توی بکلاگ وجود داره، حالا ممکن یوزر استوری اپیک باشه در آینده، با هم میبینیم، یک چیزی، یک پوینتی بهش میدیم به عنوان استوری پوینت. مثلا میگیم فلان آیتم مثلا 5 پوینت داره، که این پوینت معمولا نشان دهنده روزهای ایدئالیه که ما مثلا بذاریم این کار رو میتونیم انجام بدیم. ولی حواسمون باشه نسبیه. مثلا ممکنه من یک آیتمی رو اینجا مثلا از دید تیم من مثلا 5 پوینت داشته باشه، اگه تیم دیگه اون 20 پوینت داشته باشه. فقط نکته اینه که باید این ریلاتیویتی ها برقرار باشه. یعنی مثلا اگر من به یه چیزی میگم 5، به یک چیزی مثلا میگم 8 پوینت، یه تیم دیگه اگر به اون 5 تایی میگه 8 پوینت، مثلا به اون یکی هم بگه 13 پوینت. یعنی تناسب باید برقرار بشه. و اما راجع به اسپرینت صحبت کنیم. گفتیم هر سایکل، در واقع هر چرخشی که، هر گردشی که در حین توسعه محصول ما داریم، توی هر ایتریشنی که داریم اینجوری بگیم، در اسکرام رو بهش میگیم یک اسپرینت. و ما یک سری اسپرینت انجام میدیم تا کارمون تموم بشه. نکته‌ای که وجود داره اینو در نظر بگیرید، معمولا اسپرینت ها طول ثابت دارن، مثلا میگیم 2 هفته. تایم باکس هن، یعنی در واقع یک تایم باکس فیکس دارن، ما میدونیم کی شروع میشه و کی تموم میشه. و طول اسپرینت های مختلف هم میگن معمولا سعی کنید یکی باشه. اگه تصمیم گرفتید بگید اسپرینتتون 2 هفته، بگید 2 هفته. حالا اسپرینت معمولا طولش چقدره؟ معمولا بین 1 هفته تا 1 الی 2 ماه، 1 هفته تا 1 ماه حتی بیشتر میگن، ولی اون چیزی که معمول وجود داره 2 هفته است. 2 هفته یا 10 روز، حالا اگر تیم خیلی حرفه‌ای تر باشه 10 روز، تیمای استاندارد معمولا 2 هفته. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین، ما وقتی اسپرینت رو شروع کردیم دیگه نمیتونیم بهش دست بزنیم، یعنی نمیتونیم اسپرینت رو تغییر بدیم. اگر قرار باشه اسکوپ اسپرینت عوض بشه، تسکاش عوض بشه یا تغییری حتی در تیم رخ بده، یا ما باید اسپرینت رو تمومش کنیم و به پایان برسونیمش، یا اگه واقعا ببینیم نمیتونیم اسپرینت رو ادامه بدیم، همونجا باید اسپرینت کلا در واقع کنسل بشه و یه اسپرینت جدید بسته بشه. پس نکته‌ای که وجود داره، اسپرینت 1 فیکس لنگث، 2 تایم باکساش معمولا یکی خواهد بود با اسپرینت های متوالی، و 3 قابل دست زدن نیست. آقا دست زدن به تسک های داخل یک اسپرینت حین اجرای اون اسپرینت حرامه. اگه قرار باشه عوض کنید تسک رو، بهتر اسپرینت رو کنسل کنید و از نو اسپرینت ببندید. خب تا اینجا فکر کنم خوب باشه. بذارید پلنینگ بمونه برای قسمت بعدی. پس ما الان چند تا چیز رو یاد گرفتیم، یه مرور کوتاهی من باهاتون بکنم تو این شکل. حالا اکتیویتی هایی که توی اسکرام انجام میشه رو با هم یاد گرفتیم. دیدیم تو اسپرینت 4 تا معمولا کار انجام میدیم، حالا جلسه هایی مثل رترو، مثل ریویو، اسپرینت پلنینگ و حالا اکزیکیوشنش. راجع به پروداکت بکلاگ با هم صحبت کنیم که دیدیم یک لیست مرتب شده از ویژگی های نرم افزار ما هست، که اون چیزی که توی ذهن پروداکت اونر میاد پیاده میشه تو اون لیسته. و راجع به بکلاگ گرومینگ صحبت کردیم و راجع به اسپرینت. پس ما الان یه سری از آرتیفکت هایی که توی اسکرام وجود دارن رو با هم بلدیم. بریم توی ادامه بحث راجع به اسپرینت پلنینگ و سایر داستان اسکرام با هم صحبت کنیم. پس فعلا خدا نگهدار.